سلام چطوری؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ هم جواب داریم آره؟ بخشی؟ تکرم خوبی؟ ممنون، چه خبرم؟ تو چه خبرم؟ چی خوبه؟ خوبی بشوش، خوبه دو سلام سلام بشینیم؟ همینجا بشینیم آره بشینیم، اوکی بفرمایم بفرمایم چی صدات کنم؟ ناجی، محمد، نه اوکی اوکی دو فکرم محمد راحت تره نه اوکی کارت چیه محمد؟ شغلت چیه؟ شغلم حسابداریه حسابداری؟ آره. شغلی که به طور ثابت ازش آره کسب درآمد میکنی حسابداریه آره. پس چه خوب چه جالب اولین شغلی که داشتی تو زندگی چی بوده؟ اولین شغلم تو یه خوشی کارگری میکردم قشنگ به نظر یه روزی میرسه که بتونی از همین رپ پول در بیاری و نیازی نباشه که شغل دیگه ای داشته باشی برای پول در بردن آره ممکن ممکن که آره دیگه میرسه امیدوارم سریع برسه آره امیدوارم من تا الان کلن چه شغل هایی داشتی؟ کلن همون یه دونه که گفتم خوشی بود و یکی دو سال اونجا بودم و بعدش هم دیگه وارد استخدامی شدم اون شغل یکی دو سال هم بودی اونجا یه تایمی و قشنگ بودی قشنگ تا قبل دانشگاه بودم اونجا آره مقصد یا از این آدم های هستی که میگی نه مسیر لذت میبرم تا همیشه یا یه مقصدی رو تعریف میکنی برای خودت به مقصد فکر میکنم و مسیر لذت میبرم در حال حاضر از جایی که هستی راضی تو رپ مثلا منظورت آره توی رپ توی زندگی کلن راضی که خدا رو شکر دیگه ولی بیشتر از اینا باید اتفاق بیفتن و قانه نیستن در آره آدم نباید هیچ وقت قانه باشه آره. دو تا چایی لطفا به ما میده خیلی مچک چایی میخوری دیگه آره خود مختار نه اوکی اوکی تا چایی که تا جایی که سفارش دادم تا جایی که میخوایی برسی فکر میکنی که چقدر فاصله داری؟ یه جایی که نظر خودم اوکی باشه فکر کنم تا 3-4 سال دیگه خیلی متشکرم ممنون مرسی ثروت یا شهرت انتخابت کدومه؟ ثروت ممنون از انتخاب صادقانه ای که داشتی حالا کلن اگر که قرار بشه بین رپ کردن و ثروت بی نهایت یکی شو انتخاب کنی کدوم انتخاب بکنی؟ رپ کردن ثروت بی نهایت نمیشه رپ کنم پول دارم باشم نه دیگه یا رپ کن یا پول دارم پول دارم خفن زیاد. ببین خیلی زیاد محمد خیلی خیلی ممنونم که همیشه جوابی صادقانه رو محمد عاشقی در حال حاضر در زندگی آره به به چه زیبا چند وقته چجوریه یه ذره چند ماهیه که با همیم و خدا رو شکر دیگه اوکیه همیشه خوب پیش بره آره. خوبم پیش بره براتون همیشه همیشه چایی تم میتونی بخوری آره یعنی درگیر فقط جواب دادم به من نباش اون وسط جاییتم سه تا چیزی که از رابطه میخوایی و برای چیزای مهمیان چیان؟ یکیش که اعتماد 100% یکیش هم احترامه عشق هم من باشه دیگه بله قاعدت هم محمد دیست کردن تا حالا آره دیست هم کردم بیشتر از یه بار آره بیشتر از یه بار خب توی این بارهایی که دیست کردن دیسی بوده که خودت بتونی بهش نمره بدی یعنی بگی این دیس خوبی بود نه دیس ها قوی نبوده آره اصلا هیچ جوری نه نه اوکی نبوده ولی کلن هم من متوجه نمیشم یعنی هرچی هم که از لحاظ موزیک و اینا بگی یه کاری درسته ولی باز توی که گوش بودی دیس توی دیگه چطور میتونی حال کنی بگی یعنی میشه چرا مثلا یه لفظ با حالی بگه یه چیز خفنی بگه چرا میشه حالی کرد ولی در صورت باید اگه خوب بود جواب بدی دیگه آره میفهمم باید به در بخوره میفهمم ولی من باشم اصلا امکان نداره هر چقدرم خوب باشه خوشم بیاد دیستمه دیگه بهترین دوستت کیه؟ تو رپ حسن مستقر غیر از رپ؟ غیر رپ یکی دوستامه به اسم ایمان خیلی ساله با همینه انتخابت کلا سینماست یا تئاتر برای دیدن؟
جدیدن تئاتر رو بیشتر از سینما میبینم، ولی خب فکر کنم سینما رو ترجیح بدم. اگر که بهت پیشنهاد بازیگری بدن بازی میکنی؟ آره دوست دارم. با این شناخت کمی که من ازت پیدا کردم، ولی یه ذره خجالتی و آره اوکی جلو دوربین راحتی؟ با دوربین حقیقتش نراحت نیستم، ولی خب بازیگری هم دوست دارم. تلاشتو میکنی؟ آره تلاشم رو میکنم ببینم چی از آب دست. بیشترین باری که یه فیلم رو دیدی چند بار بوده؟ هم فیلم هم حوزه نقاشی رو 3-4 بار دیدم. شهاب حسینی بود انگار جواب. بله بله. آره. فیلم ناراحت کننده. آره. فیلم اذیتیه. آره واقعا. حسی که توش داره خیلی میشه تاثیر گذاشت. رو من تاثیر گذاشت. آره. آخرین فیلمی که دیدی چه فیلمی بوده؟ نورسمن. آره. بعد فیلم مورد علاقه چیه؟ فیلم مورد علاقه چند تایی هستن. مثلا وی فور وندتا رو خیلی دوست دارم. اینسپشن رو خیلی دوست دارم. اینترستلار رو دوست دارم. پلتفرم رو دوست دارم. آره. خیلی متشکرم که فیلم های خوب نگاه بکنی. آخرین فیلمی که باش خندیدی چی بوده؟ یادت میاد؟ باش خندیدم. یه تئاتر بود چند وقت پیش رفتم. اونو یادمه. فیلم یادم نیست. چی چطور؟ اسم کریم لوژی بود. در باره داستان کریم شیره‌ای بود. بل بل. در باره ناصرالدین شاه. بله بله. با اون خندیدم آره. یه جاهایش اوکی بود. فیلمی هم که باهاش گریه کردی هم که قاعدتا همون حوزه نقاشی. هی دو سه بار دیدی هی گریه کردی. دیگه دفعه آخر یه گریه نمی‌کردم. بخواه چایزونو بخواه چایی بخوریم که بریم بالا کم کم ها. نظر چیه؟ آره هر وقت اوکی بودی به من. اوکی تو اوکی؟ آره اوکی. حالا همین که داریم میریم بالا بهم بگو که خاطره ای داری از ضبط اولین آهنگ، اولین ترکی که خیلی جدی رفتی رکورد کنی. آره اولین باری که رفتم از استودیو دو نفر بودیم. ممنون. مرسی. آه خیلی ممنون. مرسی. بفهم. بخشی. خواهش میکنم. یکی از بچه هم خوش افتاد. اوکی یه داشت. آره خاطرات رو بگو. ولی داشتم میگفتم دفعه اولی که رفتیم استودیو دو نفر بودیم، بعد ریکورد کردیم تمام شد. خیلی رفیقم استرس داشت. خب آخرش من نشستیم گفتش چه استرس داشتیم. ناظر ضبطمون که بود صاحب استودیو گفته به رفیقم گفت چرا استرس داشتی فلان زدن من بعد یاد میگرفتی ببین شغل بود دو سه دفعه اومده اینجا مثلا فلان و اینا. معلومه تجربه زیاده. گفت آره را درست میگم تجربه داشتی. قبلا گفتم نه اولین بارم. اولین بارت بود داشتی خیلی تجربی با قصه. آره استرس رو نداشتم. میفهمم. آره یا پیش میاد دادم یه جایی عجیب غریب ریلکس. آره. خب اینجا بشینیم؟ بله هر جا تو راحتی بشین که اوکی. همینجا بشین. محمد اگر که تو آخ ببخشید خواهش میکنم. اگر که تا آخر دنیا فقط اجازه داشته باشی یه ترک رو گوش بدی اون ترک چیه؟ ترکی زیاد معروفی نیستش. Lost in Time اسمش از اسکی ماسک به اسلام کاب اسم تونیان بودیم. ولی رپه یا نه؟ خود آرتیست رپره ولی این ترک جانرش رپ نیست. نه آره. ستا رپر مورد علاقت کیان ایرانی ها؟ تو ایران حقیقت من سورنا رو بیشتر از همه دوست دارم، ولی بقیه برام در یه سطح، یعنی همه رو گوش میدم اوکی یه احترام میذارم ولی فن اون شکلی نیست. فقط فن سورنایی؟ سورنا آره. آهنگساز مورد علاقت کیه؟ آتور. آتور. آره. دوستش شما. اون چیه گرم مندت؟ ناجی نوشته رو؟ آره ناجیه. چه جالبه. هیرو مورد علاقت کیه؟ محمد. بتمن. بتمن اصلا هیرو مورد علاقت. دوستان سیسش با حاله میبینی؟ به خاطر سیسش هیرو مورد علاقته. نه کارایگون سیسش شده. سیسش خیلی خفنه. فکر کن که یه روز صبح از خواب پاشی ببینیم هیچ کس تو رو نمیبینه.
نامرئی چی کار میکنی؟ میدم یه سری آدم رو میکشم، یه سری که همه خوشحال بشن. متوجب، مرسی. با مزه ترین آدمی که میشناسی که؟ رفیقم صبحان، خیلی باحال و مزه است. چی کار میکنه که انقدر با مزه است؟ هر کاری بتونه، خاطره تعریف میکنه، نمیدونم ایسکا میگیره، داستان تعریف میکنه، کلن نمیشینه بچه یه جا. دستش درد نکنه. رنگ مورد علاقه چه رنگیه؟ این اسماشو نمیدونم. بگو، سعی کن تشریحش کنی. یه سبزیه شبیه سبز زیتونی. خب بعد اون یکی رنگ مورد علاقه همه، اون بنده اونو میبینی؟ تقریبا اون رنگی تو بایا یشمیه میگن به اون؟ نمیدونم، همون دیگه گفتم نمیدونم. خب یه دیده آبی هم از خیلی دوستش دارم، فکر کنم آبی درباری اسمش، اگه اشتباه نکنم. اینم آبیه که یه سبزی توش داره و آره، اون فکر کنم آبی درباری. آره. با کدوم خواننده دختر دوست داری که بخونی؟ تارا صلاحی. خیلی خواننده خوبیه، منم خیلی خوشم میاد ازش. ادای کیو محمد میتونی خوب در بیاری؟ ادای هیشکی. ادای هیشکی نه، کلا آدم چیزی بلد نیستی از جلو دوربین نمیخوای؟ نه کلا بلد نیستم، استعداد ادا در آوردن اینو ندارم. استعداد شعبده بازی چی؟ اونم ندارم. یه شعبده بازی بکن ولی بس. ما اوکیه. برو برو. این خواهی این انگوشتم رو جدا کنم. بکن. آره. میبن. خیلی خیلی خوب و جذاب بود. خیلی ازت ممنونم. اینا چی؟ اونا نگه هم میداری و اونا از این ور، این خودم اون انگشتر رو نگه هم میداری و ولی چی حالت خوبی نگهش داشتی؟ آره دیگه. آره. دست پنج. تو اون حالتی که داری نگهش، من که اصلا کلا یه بر دیگه ای دارم میگیرم. اصلا نمیفهمم چی میشه. آره. سیگار نمیکشی دستی؟ من خیر عزیزم، راحت باش شما. خب همین تنش و بعد بازی بود که بلد بودی؟ آره، اینم تازه با ارفاق. با ارفاق از دانش و بعد بازی بوده که بلد بودی. خیلی خوب. نقطه ضعفت محمد چیه در زندگی؟ نقطه ضعفم من با همه رو دروسی دارم. آه. آره این بله. چقدر یعنی رو دروسی این شکلی که نمیتونی خواستت رو مستقیم بگی؟ نمیتونم بگم. بعد آره من مثلا خیلی آدم تعارفی هم هستم. کلن آره دیگه عذیت میشه. مثلا یه چیزی بهت بگن با فلان چیز اوکیی، تو ممکنه بگی آره، در صورتی که اصلا نیستی. در صورتی که اوکی نیستم. بچه پول داری کلن؟ نه اصلا. اگر که خیلی پول دار بشی چی کام کنی؟ فکر کنم یه لیبل درست درمون بزنم، تجهیزات هم کنم، تستیدی همه چی، یه لیبلی که بچه هایی که دارن کار میکنن و بشنگ ساپورت کنه، اوکی باشه، همه چی حرفی، نه چیزایی که الان هستش تو مارکت. یا این خیلی کار باحالیه. آره. کلن آدم روزی یا آدم شب؟ شب. آدم شبی شب. و ولی روزا میری سر کار، این خیلی سخته. آره، نه؟ آره خیلی سخته. احتمالا خواب و زندگی درست حسابی نداری. خواب روزی ندارم. نقطه قوتت چیه حالا؟ صبورم، خیلی صبورم. آره. چقدر برای اطرافیانت خوب و چقدر برای تو سخت؟ آره سخته. آره ولی اطرافیانه که آدم صبور خیلی لذت میبره. آره. بهترین چیزی که از خانوادت یاد گرفتی چی بوده؟ آخ این دودش هست. میگن سیگار نکشین، دودش میره تو چشم. آره. خودتون دیدی؟ خب چی بود سواله؟ بهترین چیزی که از خانوادت یاد گرفتی چیه؟ حسادت نکنم. خیلی چیز خوبی. آره. یادت دادم. دستشون درد نکنه. از همینجا تشکر میکنیم از خانوادت که توی خانوادت. محمد کی پیگیر کارته؟ تو خانوادت کسی پیگیر کارم نیست. مثلا پسرم و من فقط که دنبال میکنن کارم و اینا، اونا هم فن رپ نیستن. همینجوری گذری. آره میفهمم. آهنگی داری که توش فوش داده باشی؟ آره دارم. بعد آهنگی که توش فوش داده باشی رو برای خانوادت پلی میکنی خوده؟ نه نمیذارم. خجالت میکشی؟ آره کلن ترک خودم رو نمیدارم. آره
کلن ترکای خودتو نمیذاری. خودشون گوش دادن دادن ندادن هم که هیچ. آره دیگه چه کاری دوست نداری اونجا که دیگه نادی نیستم که. درد دلاتو با کی میکنی؟ اون رفیق صمیمیم که پایین گفتم ایمان. ایمان و دوست دختر. آخه غیر از پدر و مادرت محمد با کی بزرگ شدی؟ من خالم پیش خالم خیلی بودم. الانم رابطتون خوبه با هم؟ چقدر باحال، چقدر خوب. خدا رو شکر. آره سیگارتو کشیدی بعدش بریم اون بر اون برم ببینیم چه شکلیه چجوریه. تو اون برم به نظرم جای باحالی باشه. خب تا داریم میریم اون بر به من بگو که کراش معروفت کیه؟ داستان ها. اگه که داستان نیست. داستان نیست. نیست. چراغ اینجا رو هم بذار. اینجا رو چراغش رو روشن کنیم. چراغشون بیرون بود. از اونجا زدیم. آره. کجاست؟ اوکیه. اوکیه همین نور. ببین تا اومدیم تو این فضا. خونه خیلی متشکرم. حالا که اومدیم توی این فضا چیزی هست که بخونی برامون مثلا یه ورسی و یه چیزی رو بخونی؟ الان که دارم حرف میزنم امروز یه ترک داریم قراره پخش بشه. میخوای اونو یه تیکش رو برم؟ آره تو بیا این بر بشین. باش. آره این بر بشینی تو بهتر رو فکر میکنم. تو این بر بشین و و این که آها یه آره یه ذره برامون بخون ببینی چجوریه. اوکی. از آسمون ستاره میچینه مش مش سرش گرم خورشید و نمیبینه دوز بر تاریک شدن و چپایه بغزه پر گفت یه چیزایی این تو هست که نمیبینه دکتر مثل برفی که نمیشینه زوب شد یادش اومد باش جلوی شیرینش سوس شد فرهادی که کوه کند یدی که بوم شد پر شد دینامیت بود نترکید بغز شد. چه قشنگ اصلا با ستاره شروع شد میدونی من خوش آبوه چرا شد؟ آره دیگه معرفی کردیم به هم دیگه خودمونو. آرتیستی که بیشتر آهنگاشو حفظی کیه محمد؟ شاهین ندفیو خیلی ترکاشو حفظ بودم اصلا یه جایی به قبل شاهینو خیلی حفظ بودم. انتظارشم جوابت سورنا باشه. سورنا هم رپر مورد علاقه هم اونم چرا اونم خیلی ولی شاید نجفی بیشتر از سورنا حفظی تقریبا یه لیول هم برام جفتشون یه اندازه هم برام. آره چرا ولی انتظار داشتم جوابت این باشه چرا اونجا گفتی اصلا مورد علاقه تو خوالا و اینا گفتی رپر شاهین ندفی الان آره عرب پیه داره فرصاله کی حقش نیست که خیلی معروف باشه به نظرت ولی خیلی معروفه؟ خیلی به نظرم هر کی معروف شده یا به یه جایی رسیده یه تلاشی کرده دیگه. بله قطعاً آره. ولی بخوام بگم به نظرم پوتک اوورریتد. ناراحت نشه از همون نظر شخصیه. موزیک خودت بیشتر موزیک شاد گوش میدی یا موزیک غمگین؟ قم زیاد. آره دیگه همون آره. با توجه به اینکه سورنا آره دیگه معمولا چقدر طول میکشه که یک شعر رو بنویسی؟ بستگی به کار داره خیلی مثلا بین یه هفته تا دو سال. دو سال؟ یه سال خوبه دو سال برای یک شعر؟ آره پیش اومده. اوه دو سال خیلی زیاده. آره چجوری میشه بعد رشته افکارت فلان مثلا از شروع استارت کار بیت رو اوکی کنی یا بشینم تکست بنویسم و اینا تکستش هم اینجوری نبود که بشینم یه بند کش تیکه تیکه مثلا هر وقت رو مودش بودم میرفتم یه چند بیت مینوشتم بعد میذاشتمش کنم این شکلی. بهترین سال زندگیت تا الان چه سالی بوده؟ تا الان پارسال 1400 اتفاق خوب برات؟ آره اوکی بود همه چی رو به خوب شدن داشت میرم. امسال قراری که تو پرکار باشی؟ آره خیلی خب چه خوب پرکار. امیدوارم که خیلی برات همه چی خفن و خوب پیش بره. حالا این بهترین اتفاق پارساله برای چی بوده که میگی پارسال بهترین سال زندگیته؟ یکی اتفاق خوبش میلیونی شدن ترکم بود. بحبه. چون اولین ترک نسل چاری بود که میلیونی شد یه نظر دیگه داشت. بدترین اتفاق کل زندگیت یا تلخترینش چیه برات؟ فوت پدرم. خیلی میفهمم. چکر. یه راز به همون میگی؟
یه رازی که اینجا پرده برداری کنی دیگه، راز یه راز نباشه. آره دیگه تا یه رازی که تا این ثانیه راز بوده دیگه از این به بعد نباشه. من بچه یه لکنت داشتم یه مدت تقریبا دوگانی بود. آره چیکار کردی بعد گفتار درمانی و دیگه؟ آره دیگه با گفتار درمانی خیلی چیز زیادی ازش الان تصویر واضحی ندارم، ولی چیزی که مامانم یاد برام توضیح میدن آره با گفتار درمانی و دکتر و اینا یه مدت طولانی. یعنی ببین چقدر جالبه، تو لکنت داشتی و رفت میکنی ولی الان آره. اون دزو هم میتونیم بریم ببینیم به نظره؟ دزو هم آره میتونیم بریم ببینیم. اگه میتونیم بریم ببینیم میشه بریم یه ذره اونجا هم حرف بزنیم. چرا ناجی محمد؟ ناجی این ناجی معنی که تو بفهم معنی که تو لغتنامه براش نوشتن به معنی نجات یافته معنیش کردن، ولی چیزی که تو محاوره است و یه معنی دیگه هم داره نجات دهنده است و جفتش منظورم باحاله دیگه. من عاشق حرف دو پهلو اینا. چند تا ناجین توی رپ فارس درست میگم؟ آره. چند تاشون رو میشناسی؟ دو سه تایی رو میشناسم. یه دونه یه چیزی یه بار دیدم که دیسترک ناجی از ناجی به ناجی کدومتون بود؟ اسم ترک هم ناجی بود داره؟ آره این من بودم. این شما بودی؟ دیسترک ناجی از ناجی به ناجی. فکر میکنی این که اسم چند نفرتون ناجیه به ضرر به ضررتون نباشه بعدن؟ نمیدونم. ببین به ضررم باشه من این کار رو نکردم که، من فکر میکنم قدیمی تر باشم بین اون. بهترین ناجی کیه؟ منم دیگه قاعدتاً. منم دیگه. میفهمم این جواب منطقی بود که میترسی بدی. قافیه های بد با اسم چیه؟ ناجی مثلا حاجی خیلی ضعیفه مخته. آره اصلا خیلی دمه دستی حاجی و باجی و نمیدونم این دور چیزا. آره همین. قافیه دیگه به ذهنت نمیرسه؟ چرا قافیه بد به ذهنم میرسه که اذیتت کنی؟ مافیا هست به نظره توی موزیک؟ هر جا که پول باشه به نظر مافیا هست. آره محمد کجا تو زندگیت خیلی افتخار کردی به خودت؟ یه بار رفتم تو یه کافه نشستم موزیکم پلی شد اونجا خیلی حال کردم. آخه کجا خیلی خجالت زده شدی؟ خجالت زده یه بار داشتم از سر کار برمیگشتم خیلی خسته داغون اصلا له، بعد تو مترو هم بودم نشسته بودم و اینا داشتیم میرسیم ایستگاه آخر و اینا چند نفر روبرون بودم دیدم خیلی دارم بد نگاه میکنن، گفتم اوکی دیگه ولش کن چی کار کنم. من خسته بودم بعد کیفم رو پام بود گذاشته بودم گوشیم هم روش بود، اومدم بلند شم پیاده شم کیف افتاد این ور اصلا گوشی افتاد اون ور کلا همه چی به هم ریخت پخش و پلا. آره برداشتم جمع کردم از مترو اومدم بیرون دیدم اون سه چهار نفری که داشتن بد نگاه میکردن اومدم گفتم شما ناجی نیستی. آخ 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 گفتی چرا؟ ولی تو الان نباید اینو میدونستی. دقیقا الان به هم مبلا بشینیم. مرسی که نشونم دادی اینجا یه دیدروم یه حال جالب میده خوشم میاد. ببخشید با اجازه. ما آبرو برترین تفریحی که خوشت میاد ازش چیه؟ آبرو بر از نظر بقیه میدونی؟ آره. ممکنه یه چیزی از نظر هر کسی خیلی باحال بشه ولی یکی بیاد ببین مثلا چیکار داری میکنی با این سن و سالت، مثلا این چه بازیه داری میکنی، مثلا این چه کارتونیه داری نگاه میکنی. کلن آدم آبرو بری نیست. ولی بگم دلدون بگم من با اسفندی معمولا بعضی وقت نگاه میکنم. خیلی کار با حالیه میفهمم. گوشیت دم دست داده؟ آره چطور؟ میشه یه عکس ازت بگیرم استوری کنم؟ آره اوکی. اینستاگرامت کنم؟ بایستا با این که خودم هم بایستا فیلتر بذارم رو تیه نه این یه فیلتر خوبیه این جالبه نه یه فیلتر جالب بایست هرون بخند خوب بود بخند قبلش داشتی میخندیدی. آره دیگه
چرا چیز شد؟ روشن شد. هیپ هاپ کلونی هم میخوام تک کنم. تکون میخوری، تکون میخوری. تا من دارم این عکس رو میگیرم، تو از کدوم اپ گوشیت بیشتر استفاده میکنی؟ از تلگرام. از تلگرام چیکار میکنی تو تلگرام؟ تلگرام بیشتر پیام ها و اینا. این خوبه یا نه یکی دیگه بگیرم؟ نه یکی. چیکار میکنی تو تلگرام که خیلی استفاده میکنی؟ پیام ها مونده زیاده، بیتار رو چک میکنم، موزیک گوش میدی؟ آره. ما از شما درخواست میکنیم که از پلتفرم های رسمی موسیقی گوش ندید. از تلگرام موزیک گوش ندی. خیلی ممنون، خندت هم خوب شد اینجا. این با مزه است دیگه نه؟ اوکی. یه از این فیلترام بذارم یا نه؟ آقا نه بده، خنده یکی دیگه بگیر. به خدا خیلی با مزه است. نه دیگه من بهت گفتم من یه عکس استوری کنم، تو گفتی آره. خب بذار، به خدا این خیلی با مزه است. اوکی پس سیاه سفیدش کنم. سیاه سفید کنم. اولین ترکی که از رپ فارسی شنیدی یادت میاد چی بوده؟ ای خوبه؟ من که راضی این سوالی هست. راضی باش، به خدا خیلی بامزه است. عریفه. خدا از راضی باشه. بایسا گفتی چی بود اولین ترکی که از رپ فارسی شنیدی؟ اولین ترک فکر کنم یه مش سرباز بود. یه مش سرباز. آره. چقدر معمولا تو اینستاگرام آنلاینی؟ فکر نکنم به یه ساعت برسه تو روز. واقعا؟ آره. چقدر خوب. من اینو استوری کنم. من استوری کردم. اوکی. دایرکتاتو میخونی محمد؟ همه رو نه. پنجه پنجه. چه چیزی توش نوشته باشن جواب میدی؟ نظرتو جلب میکنه؟ همکاری ها رو کسی که پیام بدن. حالا چه بخوام رد کنم، چه بخوام اکسپت کنم، جواب میدم. دیگه بچه‌ای که کاراشونو میفرستن نظر میخوان و اینا، اونا رو معمولا جواب میدم. بعد همین یه سوال مهمی، نکته مهمی چیزی باشه، اگه ببینم جواب میدم. و اینکه کتاب میخونی؟ آره زیاد. آفرین. آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟ الان دارم جنایت و مکافات رو میخونم. بله. کتاب قبلی هم خشم و هیاهو بود. ویلیام فاستر. بعد آخرین عکس تو گوشی چیه؟ همین که شما گرفتی. نه قبلش. آخرین عکس بگو. بذار قابل پخش باشه. ورزش میکنی محمد؟ ورزش کم. آره ولی وقتی وقتم آزاد باشه، وقت گیر بیارم تو خونه چرا یکم. ورزش مورد علاقت چی هست؟ فوتبال. چه تیمی رو دوست داری؟ میلان، ای سی میلان. قهرمان هم شده. آره. مبارکتون باشه. مخلصم. ببینم چیه عکس اسکرین‌شات ایلیا بود که دوربین نشون بده ولی نه ایلیاس. چیز بعدی. ایلیاس اسکرین‌شات واتساپ بفرستم برای که دیگه اوکی بدات. خیلی خوب، به نظرت مرگ چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ مرگ به نظر من سیاهه. سیاهه؟ یه سیاهه با یه نقطه سفید توش. یه همچین تصوری دارم ازش. یه نوره. سیاه یه نقطه کوچولو سفید. آره اون ته نوره اون خودش کارا رو میکنه. محمد اگر که تمام زندگیت از لحظه‌ای که متولد شدی تا همین الان که اینجا نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، یه ترک باشه، فکر میکنی اسمش چیه؟ چی میذاری اسمشو؟ فکر کنم اسم خودم رو بذارم. محمد. محمد. آره. اگه اون ترک رو نمیدادم میذاشتم ناجی. اگه را میداد اینم میذاشتی ناجی. آره. مثلا ناجی دو. ممنونم ازت. خیلی به من خوش گذشت. مرسی از تو. و اینکه اگر حرفی هست که دلت میخواد بزنی یا چیزی هست که میخوای بگی، بگو خود. علی حرف خاصی هم نیست و دمتونم گرم. دم شما گرم. مرسی ازت. مرسی از شما. متشکرم. قربونت.